من تأکید کردم اینا اگه میخوان با کسی برن هی میگن آقا ائتلاف، ائتلاف رو ائتلاف چی؟ شما دنبال شغل برای خودتون میگردی؟ خب برو حمایت کن از شاهزاده رضا پهلوی، بگو آقا بنده، من یه تو همین میان تیوی خودم بارا گفتم، گفتم آقا میتونی بری بگی آقا من فلانی حمایت خودم رو از رضا پهلوی اعلام میکنم، یا من همه سرمایه اجتماعی خودم یا فیلمسل نمیدونم این همه مثلا کار کردم و و و و اینو میذارم در طبق اخلاص و برای اینکه جنبش پیش بره من تا اطلاع ثانوی از رضا پهلوی حمایت میکنم. اینو بارها بارها تو گفتگو گفتم. حالا من میبینم مثلا آقای علی کریمی اومده چنین کاری کرده، از نظر من خیلی کار خوبیه، از نظر من خیلی خیلی کار خوبیه. اونایی که نکردن و دنبال اعتراف بودن، مشخصا من اسم میارم مثلا مثل خانم مسیح علی نژاد، اونان که بادال پاسخ بشن، خانم مسیح علی نژاد بخواد بشه رهبر یا در خودش در قامت رهبری میبینه که من اساسا در ایشون هم چیزی نمیبینم، اصلا ایشون رو داره چنین پتانسیلی نمیبینم و اساسا ایشون رو داره چنین حدی نمیبینم که من خودم هم نمیبینم. من درسته من میتونم خیلی ویژگی ها دارم، خیلی توانایی ها دارم، خیلی جاها میتونم مثمر ثمر باشم، خیلی کمپین ها رو میتونم پیش ببرم، اما من نمیتونم در قامت یک رهبر سیاسی برای آینده ایران من ایرج مصداقی به میدون بیام. اگه میتونستم حتما میام. من جایی که فکر کنم میتونم یا صلاحیتشو دارم میام، یا امکانشو دارم میام جلو خودم و براش میجنگم، پاش میستم. ولی در یه موقعیت اینچنانی اگر من در یه جایی بیام که در اندازه هم نیست خودم رو خراب میکنم، به این دلیل من نمیام. این از هوشیاری منه که سنگ بزرگتر از تحملم بر نمیدارم. اتفاقا اگه خانم مسیح الان این در واقع پرسش اینجاست، مسیح علی نژاد اگر دنبال ائتلاف با شاهزاده رضا پهلوی است، ایشون آخه سرمایه ای نداره که بخواد با شاهزاده رضا پهلوی بیاد سرش ائتلاف کنه، ولی میتونه ازش حمایت کنه مثل آقای علی کریمی و بگه آقا من همه تلاشامو میکنم برای آینده ایران. من که دنبال اگه ایشون دنبال شغل برای خودش میگرده و یه بحث دیگه است،